Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. من مطابق معمولی که همیشه خدمتون هستم، البته توفیقی است که مجدد خداوند متعال به بنده عنایت کرد که در محضر عزیزان باشم. طبق روالی که خدمتتون همیشه دارم، من احکام اول میگم. حالا امشب اگر اجازه بدین یه چند تا حکم بگیم و بعد برنامه رو ادامه بدیم. توی ذهنم بود که اگر اجازه بفرمایید در این ایام یه مقداری راجع به نماز جماعت یه چند تا حکمی رو بگیم انشاءالله. خب اولین چیزی که در نماز جماعت عزیزان مطلع و مستحضر هستن، حدیثی است که در اکثر رساله ها هم شاید دیده باشید که این حدیث عنوان می‌فرماید که وقتی که نماز جماعت برپا می‌شود، اگر یک نفر اقتدا بکند ثوابی حدود 150 برابر داره نسبت به نماز فرادا. حال اگر این یک نفر تبدیل بشن به دو نفر، یعنی فقط دو نفر به امام جماعت اقتدا بکنند، ثواب میشه 600 برابر. این ثواب ها همینطوری بالا میره تا زمانی که میگن به 10 نفر برسن تعداد مأمومین. در حدیث است که میفرماید که اگر همه دریاها مرکب بشوند و همه درختها قلم بشوند و همه ملائک کاتب بشوند، دست شما دادم، ثواب نماز جماعتی که فقط 10 نفر مأموم داشته باشد را نمیتوانند بنویسند. خب پس این نشون میده که باید خیلی حواسمون باشه برای نماز جماعت. الحمدلله رب العالمین، عزیزان مقید هستن. حالا در ایام محرم به خاطر اینکه یه خورده سخت هست جمع شدن در یک زمان خاصی، شاید این اون رنگ و بویی که در ماه مبارک رمضان داره نداره الان. حالا انشالله در شبهای بعدی که یه مقداری هم فراغ خاطر باشد و هم ساعت کاری نباشد، انشالله که نماز جماعت هم فکر میکنم برگزار میشه و در اون شبهایی که برنامه به صورت مفصل تر هست. یکی از حکمایی که عنوان شده در رساله ها اکثرا دیدین، میگن حاضر شدن به نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی جایز نیست. یعنی اگر شما جایی باشید و نماز جماعت باشه و ما نماز رو نخونیم، نه به خاطر این که دلیلی داریم براش، نه چون دوست نداریم نماز جماعت بخونیم، نماز فرادای ما مشکل داره. این ما رو موقعی است که عذر نداشته باشیم. یه موقع هست میریم به نماز جماعت و مثلا ما میدانیم این امام جماعت یه مشکلی داره، حالا من خودم میدانم، این میشه عذر، اینجا نمیشه اقتدا کرد. اما اگر بریم نماز جماعت و چون دوست نداریم نماز جماعت بخونیم، فرادا بخونیم، نماز ما مشکل خواهد داشت. یه چیز دیگه که خیلی عزیزان دقت بکنین، البته میدونید همه، من اینا رو فقط به عنوان یادآوری میگم. یکی دیگه از مسائل این هستش که می‌فرمایند که نماز جماعت بعد از وقت ارجحیت داره به نماز فرادای سر وقت. یعنی مثلا اگر ما جایی هستیم و می‌دانیم که مثلا حالا یه رو 20 دقیقه بعد از اذان نماز جماعت برپا میشه، بهتر صبر بکنیم. اینجا ارجحیت با نماز جماعته. یه مسئله میگم، حالا من امشب چند تا حکم کوتاه میگم، ولی بعدا انشالله شبای بعد راجع به احکام جماعت، اینه که اتصال چجوری هست، اینه که مثلا شرایط امام جماعت چی هست، اینا رو مفصل تر صحبت میکنیم. یکی این هستش که میفرماین که وقتی که ما میخوایم نماز بخونیم، اگر فردی نمازش رو فرادا خونده، ما رفتیم مسجد نماز رو فرادا خوندیم، بعد میبینیم جماعت برپا شد، اینجا بهتره که نمازمون رو دوباره به جماعت بخوانیم. نماز واجب رو میشه به واجب اقتدا کرد. اگر امام جماعت نماز مستحب، اگر کسی نماز مستحب بخواند، ما نمیتونیم بهش اقتدا بکنیم. تو نماز مستحبی جماعت نداریم، مگر دو مورد. یکیش نماز استسقاست، نماز باران، و یکیش هم نماز عیدین. علتش هم اینه. خب نماز استسقا که بحثش جداست، اینو باید به جماعت خوند، یعنی اصلا اون حال اصلی نماز استسقا به جماعت خوندنشه که همه برن به درگاه خدا. نماز عیدین هم درست نماز مستحبیه، اما نماز مستحبی است که قبلا واجب بوده.
چون میدونید نماز عیدین یعنی نماز عید فطر و عید قربان در زمان حضور امام معصوم واجبه، یعنی همه باید شرکت کنن، اما در زمان غیبت امام واجب نیست، مستحبه. ولی این رو هم چون این حکم وجوب داشته قبلا، این رو هم میشه به جماعت خوند. و آخرین مسئله‌ای هم که خدمتون عرض بکنم اینه که وقتی که امام جماعت نماز یومیش رو میخونه، هر کدوم از نمازها رو ما میتونیم اقتدا کنیم، اینم توش بحثی نیست. یه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان.